استفاده از گزینه نیو در منوی فایل پرونده جدیدی با تنظیمات دلخواه ایجاد می کنیم. ابزار ایلیپس را برای رسم دایره انتخاب کنید و از نوار کنترل رنگ سیاه را در بخش فیل انتخاب می کنیم. روی صفحه کلیک می کنیم تا پنجره تنظیمات ابزار ایلیپس باز شود. دایره ای با شعاع 250 پیکسل رسم می کنیم. دایره ای دیگر با همان شعاع و به رنگ سفید رسم می کنیم و آن را در محل مناسب قرار می دهیم. از منوی ویندو پنل پات فایندر را باز می کنیم و گزینه مرج را برای ادغام دایره ها انتخاب می کنیم. روی دایره سفید رنگ دوبار کلیک می کنیم تا انتخاب شود. سپس با فشردن کلید دیلیت آن را حذف می کنیم تا بخش مورد نظر از دایره سیاه باقی بماند. چرخش لازم را به شکل داده. سپس از منوی Object Transform گزینه Reflect را انتخاب می کنیم تا قرینه شکل ایجاد شود. در پنجره تنظیمات در بخش زاویه 90 درجه را انتخاب کرده تا قرینه سازی نسبت به محور عمودی انجام شود. سپس دکمه کپی را می فشاریم تا نسخه دیگری از شکل انتخابی را داشته باشیم. با انتخاب شکل و فشردن کلید Alt و درگ کردن از روی آن کپی دیگری ایجاد می کنیم. سپس آن را ویرایش می کنیم و در محل مناسب قرار می دهیم. با استفاده از دستور قرینه سازی Reflect کپی دیگری به صورت قرینه ایجاد کرده به محل مناسب منتقل می کنیم. با استفاده از ابزار Selection و درگ کردن در اطراف محدوده اشکال رسم شده آنها را انتخاب می کنیم. سپس با درگ کردن کادر انتخابی اندازه اشکال ترسیم شده را تغییر می دهیم. با استفاده از ابزار رکتانگل مستطیلی با رنگ سیاه و بدون دورخط رسم می کنیم. با فشردن کلیدهای کنترل و جمع عمل بزرگ نمایی انجام می شود. سپس با استفاده از ابزار پن و کلیک روی خط مستطیل یک نقطه لنگری Anchor Point اضافه می کنیم. با استفاده از ابزار Direct Selection و انتخاب نقطه لنگری آن را به سمت بالا درگ می نماییم. همین عمل را بر روی ضلع پایین مستطیل نیز انجام می دهیم. از مجموعه ابزار فری ترانسفورم ابزار پرسپکتیو دیستورت را انتخاب کرده. با درگ کردن گوشه های کادر انتخابی حالت پرسپکتیو یا ایجاد عمق را به شکل انتخابی اعمال می کنیم. برای ترسیم علامت تشدید ابزار الیپس را انتخاب می کنیم و دایره ای با شعاع 100 پیکسل رسم می کنیم.
سپس از روی آن کپی گرفته، سه دایره دیگر ترسیم می کنیم و رنگ دو دایره را سفید انتخاب می کنیم. هر چهار دایره را انتخاب کرده، از پنل Pathfinder گزینه Merge را انتخاب می کنیم تا اشکال ادغام شوند. سپس برای انتخاب بخش اضافی دو بار روی آن کلیک می کنیم و با فشردن کلید دیلیت آن را حذف می کنیم. علامت تشدید را در محل مناسب قرار داده. اندازه مورد نظر را اعمال می کنیم.